عرض سلام و خسته نباشید دارم حضور تک تک شما بیننده های گرامی که مکنون بیننده برنامه خود بیننده برنامه عصر حریف از تلویزیون اصلاح هستن. امیدوارم تک تک از روزهای سرد زمستانی خود به خوبی و خوشی پشت سر بگذارن و این هوای سرد باعث مریضی شما گرامیان نشه و در این هوای سرد خور گرم نگه دارین که از سرمای زمستانی در امان باشین. شکری میکنم از شما که بیننده برنامه عصر حریوا هستین. امروز در این بخش برنامه عصر حریوا میخواییم روی رفتار جرأتمندانه و سبکای ارتباطی صحبت بکنیم. همه قسمی که ما همیشه ما میگیم انسانیم و انسان یک موجود اجتماعی هست و وقتی که یک موجود اجتماعی هست مطمئنا از بد و تولد تا زمانی که انسان فوت میکنه مطمئنا در برقراری ارتباط قرار داره، چه ارتباط در داخل خانه باشه چه بیرون از خانه باشه، در اجتماع به نحوی ما در برقراری ارتباط قرار داریم با افراد مختلف، به اشکال مختلف ما میان ارتباط برقرار میکنیم برای از اینکه امون نیازی که داریم یا خواسته به هدفی که در زندگی داریم در سر برقراری ارتباط بتانیم به او خواسته و هدف خود برسیم. و اینکه چه قسم ما سبک برقراری ارتباط یک سبک درست در زندگی خود داشته باشیم یا زمانی که ما خواسته باشیم یک سبک برقراری ارتباطی خیلی خوبی داشته باشیم و مطمئنا دیگه افراد از یک سبک اشتباهی در برقراری ارتباط استفاده بکنن و باعث از بشه حق ما و هر آن چیزی که مسئول از او یا از ما هست و ما نیاز داریم و جز حقوق ما میشه و این زمان که میان افراد زیر پا میکنن و ما چه قسم از رفتار جرأتمندانه استفاده بکنیم تا حق خودت به دست بیاره و تفکیک ما بیاییم در این بخش از برنامه بین رفتار جرأتمندانه و رفتار پرخاشگرانه داشته باشیم که چی زمان ما از رفتار جرأتمندانه استفاده بکنیم برای رسیدن به هدف خود و چی زمان از رفتار پرخاشگرانه استفاده بکنیم و چی و این دو رفتار و این دو سبک رفتار میتونه چی ویژگی های مثبت و چی ویژگی های منفی در زندگی ما داشته باشه. به ادامه برنامه روی از این موضوعات میپردازیم و در نخست من خیلی خوش آمدی میگم بانو انیتا احمدی روانشناس در برنامه و ای که میخوان روی از این دو موضوع و مسئله مهم امروز صحبت بکنن. خیلی خوش آمدیم بانو احمدی در برنامه. خیلی ممنون خانم محمدی. سلام حضور شما، همکاران خوب شما و کسانی که همین لحظه ما از طریق پرده های تلویزیونشان مشاهده میکنن. امیدوارم در این روزهای سرد زمستان لباس گرم و عافیت بر تن داشته باشه. تشکر بسیار زیاد بانو احمدی گرامی. هم قسمی که من اشاره داشتم در نخست دوست دارم شما اشاره داشته باشین روی رفتار جرأتمندانه که ما به چین رفتار جرأتمندانه میگیم به اینکه چی نقش خود رفتار جرأتمندانه در زندگی روزمره ای ما داشته. درست هر فرد هر انسانی یک نوع رفتاری داره، با او رفتارها میایه، با اطرافی که در افرادی که در کنار از او هست ارتباط برقرار میکنه. یک از او رفتارهای جرأتمندانه هست که میایه فرد، زمان ما میتونیم بگیم که فرد رفتار جرأتمندانه داره که همو ارتباط خور، نظریات خور، عقاید خور، تمام احساسات خور، افکار خور به شکل درست بیان کنم به طرف مقابل خور، بدون کدام ترس، بدون کدام حراس او رو بیایه به شکل واضح خواسته های خور به طرف مقابل بیان کنم، میگیم فرد جرأتمنده، فرد رفتار جرأتمندانه از خود داره. این رفتار جرأتمندانه به شکلی هست که نباید حقوق دیگران زیر پا بسازه. زمانی که فرد حقوق بقیه رو زیر پا میگذاره این جزء رفتار جرأتمندانه گفته نمیشه، بلکه رفتار جرأتمندانه رفتاری است که هم فرد بتونه حقوق خود خور به دست بیاره، هم حقوق بقیه رو زیر پا نگذاره. زمانی که حقوق بقیه زیر پا گذاشته بشه او جزء رفتار جرأتمندانه ما نمیتونیم بگیم. تشکر بسیار زیاد. و سبکای برقراری ارتباط و اشاره داشته باشین که خود سبک چی هسته و سبکای برقراری ارتباط میتونه چند نوع سبک ما در زندگی روزمره خود داشته باشیم تا اینکه بتونیم یک ارتباط خیلی خوبی بتونیم برقرار بکنیم. همینطور که همه ما انسان ها شبیه هم نیستیم و از همدیگر متفاوت هستیم، هر انسان میتونه علایق، رغبت ها، تمایلات، خواسته ها، استعداد، حتی هوش از اونا هسته، از همدیگر متفاوت. ما هیچ انسان نمیتونیم ببینیم که اونها از لحاظ هوش، از لحاظ یادگیری عین هم هستن، شبیه هم باشن. و انسان ها همینطور در برقراری ارتباط، سبک برقراری ارتباط هم متفاوت هستن. هر کسی به یک روشی با اطرافیان خود دارن ارتباط برقرار میکنن. به صورت کل اگر بگوییم سبک های یادگیری، اما روش برقراری ارتباط با
بقیه سه نوع سبک یادگیری دستبندی میشه. یکی رفتارهای پرخاشگرانه داریم، رفتار منفعلانه داریم و رفتار جرأتمندانه داریم که هر کدام نکات ضعف خور و نکات قوت خور داره. هر انسان هم متفاوت است که از چی سبک استفاده میکنه. از چه کم میشه بیشتر روی ویژگی های از این سبکی که نام بردین، سبک منفعلانه بود، جرأتمندانه بود و پرخاشگرانه بود، بیشتر روی ویژگی از این صحبت بکنیم که کدوم میتونه بهتر باشه در زندگی ما و کدوم نکات منفی زیادتر داره و کدوم نکات مثبت زیادتر داره که زمانی که یک فرد شاید از رفتار منفعلانه استفاده بکنه چی ویژگی های چی نکات منفی در زندگی از او داره که بتونه رفتار خود تغییر بده و تا ویژگی مثبت در زندگی از او زیادتر بشه. این سه سبک هر کدام ویژگی های خود خود داره. از اولین سبک که سبک پرخاشگرانه شروع میکنیم که چی ویژگی هایی داره. افرادی که بیشتر سبک از اونا سبک پرخاشگرانه است و از روش پرخاشگرانه استفاده میکنن، همیشه زمانی که با کسی صحبت میکنن، با کسی در ارتباط هستن، با قسم صحبت میکنن که طرف مقابل دارن تهدید میکنن، طرف مقابل فکر میکنن من دارم از طرف این تهدید میشم و اینا همه دوست دارن و ای باور هستن که هیچ کس از اینا برتری نداره، اینا خیلی برتر هستن نسبت به دیگرا و دیگرا با شبیه از اینا باشن. اینا یک فرد مکمل هستن، فرد دانا هستن، هیچ کس به اندازه از اینا نمیفهمه در مورد موضوع. زمانی که بحث نظر باشه، بحث ازی باشه که بیاین یک راه حل پیدا کنن، تصمیم گیری صورت بگیره، اینها دوست دارن بیاین ازی افراد نظر بگیرن و این افراد کوشش میکنن که نظریات خود با امو افراد شریک بسازن. ولی متاسفانه یکی از ویژگی های بعد اینا که بگیم همی ای افراد شنونده خیلی خوبی نیستن. در صورتی که افراد میان با اینا صحبت میکنن، با اینا راز دل میکنن، حرفا خوب اینا میگن، ولی بازم اینها نمیتونه امو شنونده خوب باشه، طرف مقابل خود رو درک کنن، احساسات از او بیاین درک کنن. فقط قسم گذاره فردی که با اینا صحبت میکنه شاید با آخر از این پشیمان بشه که چرا با چنین افرادی تانسته که آمدن صحبت کردن، پشیمان میشن از اینکه آمدن با اینا صحبت کردن. زمانی که موضوعی میشه در خانواده، در بین دوستان یا هر جای هر مکانی که باشه، اینا کوشش میکنن همون موضوع رو همون بسته به جنگ و دعوا و اینا بکشانن، چون خود اینا یک رفتار پرخاشگرانه دارن و موضوع رو به سمت خود چی خاتمه بدن. برنامه ریزی در زندگی از اینا وجود نداره. اینا افرادی هستن که هیچ اهدافی، هیچ برنامه در زندگی خود نداره، همیشه با شکست مواجه میشن. دومین رفتاری که وجود داره رفتار یا سبک منفعلانه هستند، که افرادی که منفعل هستند چی ویژگی هایی دارن. این افراد همیشه در معذرت خواهی از دیگران، زمانی که معذرت خواهی میکنن از دیگران افراطی عمل میکنن، میان یک موضوعی که حتی اینا با او شریک نبودن، او نتونستن، خود اینا نبودن، مقصرم نیستن، میان از طرف مقابل معذرت خواهی میکنن. همیشه نظریات خود، احساسات خود، افکار خود با طرف مقابل در جریان نمیگذارن، همیشه موافق هستن با دیگرا، هر تصمیم دیگرا در زندگی اینا بگیره، اهداف دیگرا به اینا تعیین میکنن. اینها هیچ نقشی در زندگی خود ندارن، فقط حرفای طرف مقابل تایید میکنن و طبق از اونا زندگی خود پیش میبرن. در تصمیم گیری هم که اینها ضعیف هستن، مهارت تصمیم گیری در اینا وجود نداره و هیچ وقت یک تصمیم گیرنده خوب نیستن، دیگرا تصمیم میگیره، اینها فقط انجام میدن کار خود. اینها فرد خودخور، فرد ناتوان، استرابی، نگران کننده حس میکنن و همیشه ذهن اینا، مشغله های ذهنی از اینا زیاد هست. اینا نمیتونن امو به صورت درست فکر کنن، یک برنامه منظم داشته باشن، یک اهداف منظم داشته باشن، فقط دیگر به اینا فرمان میدن و اینا فقط امو کارها رو انجام میدن. سومین بحث که مهمترین بحث و مهمترین سبک و بهترین سبک که هست، سبک جرأتمندانه است. فردی که سبک جرأتمندانه داره بیشتر موفق تر هستن نسبت به دیگران، به زندگی خوشحال‌تر هستن، آرامش بیشتری در زندگی خود دارن، از فرصت هایی که در زندگی از اینا مهیا میشه و بهترین شکل اونا استفاده میکنن،
فرصت های ما هر کدام ما فرصت هایی در زندگی خدا نم اگر از اونها استفاده کنه شاید زندگی ما خیلی بهتر بشه، ولی اینها جزء اما آدم هایی هستن، جزء اما انسان هایی هستن که از این فرصت ها استفاده میکنن و میتونن زندگی خود به بهترین شکل و زندگی خود لذت میبرن و آرامش کافی دارن. همیشه خود اینا به خود خود تصمیم میگیرن، برنامه میریزن، اهداف تعیین میکنن. در مورد اهداف ما اهداف هایی در زندگی خود داره، هر فردی که باشه اهدافی در زندگی خود داره که طبق از او اهداف و برنامه هایی تعیین میکنن و خود خود پیش میره. اهداف اینا خود اینا اهداف بلند مدت تعیین میکنن و بعد اهداف کوتاه مدتی هم به خود خود تعیین میکنن. ما زمانی که برنامه ریزی در زندگی خود داشته باشیم اینها میتونه ما رو به پله هایی برسانه، اهداف کوچک خود ما بپیماییم تا به یک اهداف بزرگ برسیم. اینا جز افراد هستن که برنامه زندگی اینا روزانه، ماهوار، هفتوار تقسیم اوقات دارن، طبق تقسیم اوقات زندگی خود پیش میبرن و یک زندگی پر از آسایش و آرامش با خود خود به افرادی که در با اونا در ارتباط هستن مهیا میسازن. تشکر بسیار زیاد بانو احمدی روی سبک جرأتمندانه که گفتن بهترین سبک است در زندگی و یه افراد ویژگی خیلی مثبت دیرتر دارن نسبت به دو سبک قبلی که اشاره کردن. خب سبک جرأتمندانه بود، میریم روی از اینکه اگر یک فرد جرأتمند نباشه یا رفتار جرأتمندانه نداشته باشه به چه مشکلاتی در زندگی خود روبرو میشه؟ فرق نمیکنه که زندگی شخصی از او باشه یا در زندگی اجتماعی یا سر کار و یا در هر جایی که وجود داره، اگر این جرأت نداشته باشه چه مشکلاتی در زندگی از او به وجود میاد؟ بدون شک که هیچ انسان بدون مشکل نیست و ما زمانی که به دنیا آمدیم تا وقتی که زنده هستیم با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم و این مشکلات رو پشت سر میگذرانیم. افرادی که این سه سبک ما نام بردیم، افرادی که رفتار جرأتمندانه نداشته باشن یک سلسله مشکلاتی روبرو میشن که نتونن مو زندگی خود مشکلات زندگی خود مقابله کنن با زندگی خود. اولین مشکل اینه که فرد دچار یک افسردگی میشه، از زندگی کاملا ناامید میشن، دیگه زندگی به اونا معنی خاصی ندارن، دیگه حتی لذت نمیبرن از شادی هایی که در زندگی از اینا وجود داره، برنامه هایی که در زندگی خوریختن کاملا از اونا منصرف میشن و دیگه به اونا زندگی معنی نداره. اینها فکر میکنن از طرف افراد دیگه سوء استفاده میشه، چون همه افراد زمانی که کار اینها بند باشه میاین از این تقاضا میکنن که به اینا کار انجام بده. اینها همیشه فکر میکنن که شاید همو سوء استفاده میشه از طرف دیگر. و سومین موضوع اینه که باعث ناکامی در زندگی اینا میشه. زمانی که فرد یک برنامه منظم نداشته باشه، اهداف منظم نداشته باشه، باعث از این میشه که در زندگی خود باشه کس های موجود بشه و دیگه کاملا شکست بخوره در زندگی. نمیتونه اما خشم خود کنترل کنه. شکست هایی که در زندگی از این به وجود میه باعث ناراحتی از اون میشه، باعث خشم از اون میشه. این ناکامی هایی در زندگی باعث خشم میشه و خشم تبدیل به پرخاشگری میشه. پرخاشگری که دو نوعه، یک پرخاشگری کلامی یا غیر کلامی یا فیزیکی. کلامی که بیشتر با فحش دادن، با دشنام دادن، با سرزنش کردن بقیه به همراه، و فیزیکی هم که با شکستن اشیا و این رفتارهایی که انجام میدن، لطوکوب هایی که میکنن، اینها تبدیل میشه که به پرخاشگری و نمیتونن فرد خشم خود کنترل کنه. یکی دیگه از مشکلاتی که به وجود میاد زندگی از اونا سراسر پر از استراب، نگرانی ها، تشویش ها، استرس ها میشه. دیگه نمیتونه ذهن خود کنترل کنه تا امو برنامه هایی که داشته او رو به شکل درست انجام بده. باعث مشکلات جسمی در فرد میشه. فرد اگر از لحاظ روحی سالم نباشه، از ذهن از اون آرام نباشه، خواب کافی نداشته باشه، پس باعث مشکلات جسمی هم میشه. مشکلات جسمی مثل بیماری های قلبی، حملات قلبی یا هم زخم میده که تشویش های زیاده که انجام میدن باعث زخم میده اینا میشه. این مشکلات جسمی که با وجود میاد. یکی آخرین بحثی که در اینجا وجود داره، زمانی که فرد
تشکیل خانواده میده، ازدواج میکنه، اما درد و سرهایی که داره با اونا دست و پنجه نرم میکنه، مشکلاتی که داره نمیتونه اون مشکلات حل کنه، پس نمیتونه در تربیت فرزندان خود یک فرد خوب باشه، نمیتونه زندگی خود کنترل کنه، اراده و دیگه نداره که امو زندگی خود پیش ببره و نمیتونه دیگه کنترل زندگی رو از دست از او خارج کنه. این مشکلاتی است که زمانی که فرد رفتار جرأتمندانه نداشته باشه اینا نمیتونه انجام بده. تشکر بانو احمدی. روی مشکلاتی که نام بردین، چی چیز مانعی از این میشه که خود این رفتار جرأتمندانه در فرد به وجود نیاد و در نتیجه زمانی که رفتار جرأتمندانه در فرد به وجود نیاد، یک فرد بی جرأت ما به اصطلاح میگن و بعد این مشکلات دچار زندگی خود از او و زندگی اطرافیان از او میشه؟ مامانی های هم وجود داره که امی رفتار جرأتمندانه از او از دست از او میره، دیگر رفتار جرأتمندانه فرد نداره. یکی ترس فرد، در همه افراد ترس های متفاوت، ترس های گوناگون وجود داره. فرد میترسه از این که امو دوست های خود، خانواده خود، همسر خود، حتی فرزندان از او، از این میترسه که فرزندان از او دور بشه از او اگر رفتار جرأتمندانه انجام بده. و این ترس هایی هست که باعث از این میشه کو از رفتار جرأتمندانه اجتناب کنه و بیشتر رفتارهای پرخاشگرانه، منفعلانه و دیگه رفتارها رو انجام بده. و یکی دیگه آسیب حس میکنه اگر رفتار پرخاشگرانه امی جرأتمندانه رو انتخاب کنه، باعث آسیب رسانده به طرف مقابل میشه، شاید آسیب رسانه به دوستان خود، آسیب رسانه به خانواده خود، پس از این اجتناب میکنه. یکی دیگه احساس گناهه که در فرد احساس گناه به وجود میاد. زمانی که دوستای ما، خانواده ما یا هم کسانی که در پنتون با ما هستن، آشنا هستن، از ما تقاصای کار میکنن و ما نمیخوایم اون کار با اون انجام بده، این افرادی که رفتار جرأتمندانه ندارن بیشتر به این فکر میکنن که احساس گناه میکنن که چرا اون کار در صورتی که میتونست انجام بده، چرا به فرد نتونست انجام بده، چرا مرد به دوست خود انجام. یک نوع احساس گناهی به اینا به وجود میاد. خود یک فرد خودخواه حس میکنه زمانی که نتونه اون کار به فرد انجام بده. افرادی که رفتار جرأتمندانه ندارن خود یک فرد شکست خورده و یک فرد فکر میکنه که اصلا به هیچ کس مهم نیست. زمانی که از اینا دوست اینا یا هم همکارا اینا درخواست دارن و ای خود یک فرد با ارزش فکر میکنن، فکر میکنن دوست ما چون این درخواست از من کرده پس من با ارزشم که ای کار از من خواسته و ما انجام بدم. بانو احمدی، هم قسمی که قبلا روی سه سبک رفتار منفعلانه و پرخاشگرانه و جرأتمندانه اشاره کردین، چون گفتین رفتار یک چیزی که میتونه قابل تغییر هم باشه و ما بعض از رفتارهای منفی جایگزین رفتارهای مثبت جایگزین رفتارهای منفی بکنیم، اگر اشاره داشته باشیم که احتمالا شاید فرد از رفتار منفعلانه برخورداره یا از رفتار پرخاشگرانه برخورداره، چه قسم بتونه مرحله به مرحله رفتار جرأتمندانه در زندگی خود به وجود بیاره که این دو سبک که در زندگی از به صورت اشتباه به وجود آمده مطمئن از هر به هر دلیلی بوده اینو از بین بره و رفتار جرأتمندانه جایگزین از این رفتارها بشه؟ مراحل هم وجود داره که این فرد بتونه یک رفتار جرأتمندانه از خود داشته باشه. اولین مرحله، مرحله زمان و مکان مناسبه. فرد اگر یک زمان یا مکان مناسب به خاطر رفتارهای خود انتخاب نکنه، رفتار اینا هیچ وقت مناسب نخواهد بود. اگر زمان دوست ما به ما واقعا نیاز داره، ما میتونیم با او کمک کنیم، اگر بیایم از او اجتناب کنیم، با او بگیم نه من نمیتونم چون این کار به تو انجام بده، پس ما این نمیتونیم بگیم این یک رفتار جرأتمندانه است، بلکه ما نتونستیم با او کمک کنیم، پس این نمیشه یک جزء رفتار جرأتمندانه، پس باید زمان و مکان مد نظر بگیریم. دومین دست زمانی که دوست ما، همکار ما، اعضای خانواده ما، هر کسی میایه با ما صحبت میکنه، حرفای زور کوشش کنیم با خود از اون منعکس کنیم، حرفای زور با خود از اون دوباره بگیم، بتونیم یک تحلیلی از حرفای زور داشته باشیم، حرفای زور درک کنیم و همچنان همدلی داشته باشیم با او رو بفهمیم که او چی میگه، چی احساس داره، خود جای او بگذاریم که او چی داره میکشه با. سومین موضوع بیان احساسات. زمانی که خود ما، همه ما انسان هستیم و همدیگر را درک میکنیم، زمانی که ما طرف مقابل درک میکنیم، شاید یک احساس افکار در ذهن خود ما با وجود بیاد، پس همه افراد او احساسات خود، عواطف خود بیای بیان کنن به طرف مقابل که طرف مقابل هم بتونه این درک داشته باشه که ما از طرف دوست خود، از طرف همکار خود، از طرف برادر خود، از طرف مادر خود
درک شدم. پس زمانی که فرد به این نتیجه برسه که این فرد من میتونه درک کنه، پس خیلی راحت میتونه حرفای دیگه هم داشته باشه که بگه. یکی از مهارت های خیلی مهم که در رفتار جرأتمندانه وجود داره و خیلی مهم است و تکنیک هایی لازم است که به خاطر از او پیش بره، کلمه نگفتنه. که افرادی که رفتارهای جرأتمندانه داره از کلمه نه خیلی خوبتر و بهتر استفاده میکنه. زمانی که از اینا یک کار خواسته میشه، اول فرد باید مطمئن بشه که تا چی اندازه میتونه این کار آیا میتونه به دوست خود انجام بده یا نه نمیتونه انجام بده، ها یا نه در پیش خود رو مشخص کنه و بعد از او به فرد بگه که ها من میتونم این کار رو به تو انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم. تشکر بسیار زیاد بانو احمدی عزیز شما در برنامه و تشکر از اینکه بر روی سه سبک خیلی مهمه ارتباطی که خیلی نقش مهمی در زندگی تمامی افراد در تمامی رو داره روی از اینا صحبت کردیم و تشکر از حضور شما در این روز زمستانی مهمان ما شدیم. خیلی ممنون از شما، از دعوت شما سپاسگزارم. و تشکر ویژه دارم از تمامی دوستانی که تاکنون ما رو همراهی میکنن و بیننده برنامه عصر حریف و از تلویزیون اصلاح هستن. فعلا میان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از میان برنامه دوباره ما رو همراهی کنیم با ادامه برنامه عصر حریف.